عزیز. ساعت الان یه چند دقیقه از 11 شب به وقت ایران گذشته و خیلی کوتاه میخوام یه چند دقیقه رو هم دیگه صحبت بکنیم. خب اتفاقات زیادی داره رخ میده توی دنیا، توی ایران ما، به ویژه امروز میخوام یه سری درسایی رو با هم دیگه نگاه بکنیم از تحولاتی که توی سودان داره شکل میگیره. 30 سال پیش بود که همین موقع تقریبا البته یکی دو ماه جلوتر توی خرداد ماه توی جون سال 1968 خیلی جالبه، همون موقعی که خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی داشتن نقشه میکشیدن و البته نقشه‌شون رو دیگه عملی کرده بودن که خمینی رو سربنیست بکنن و چون دوره ریاست جمهوری 8 ساله خامنه‌ای به پایان رسیده بود، تو کتاب رفیق آیت الله مفصل براتون این داستانا رو نوشتم که خامنه‌ای داشت برنامه میریخت که چطوری با سربنیست کردن خمینی بتونه بیاد و رهبری رو از آن خودش بکنه. توی اون که حالا همه اونا مفصل نوشته شده با به چه ترتیب سربنیست کردن خمینی رو با مدل روسی، با گرد رادیواکتیو، همون روشی که ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی توی کتاب خاطرات خودش گفت که بسیار وزارت اطلاعات از این روش استفاده میکرد، از جمله آیت الله ربانی املشی رو با همین روش، با همین گرد، یعنی یک چیز افسانه‌ای نیست که داریم تعریف میکنیم، واقعیتاییه که رژیم جمهوری اسلامی و آخوندهای حاکم بر ایران، ری شهری و خامنه‌ای و موسوی خوینی ها، فکر کنید هر سه اینها توی مرکز پرورش جاسوس شوروی تعلیم دیده بودن و از این روش ها استفاده میکردن. خلاصه که خرداد 1368 بود که خامنه‌ای رو سرنگون کرد، کشت و جاش نشست، چون اگر از خرداد رد میشد دوره 8 ساله ریاست جمهوری، دو دوره 4 ساله ریاست جمهوری خامنه‌ای همون موقع به پایان میرسید و خامنه‌ای برای همیشه از صحنه سیاسی ایران حذف میشد. اما همزمان با خامنه‌ای دوست خوبش که اون هم به نوعی تحت حمایت امپراتوری بلوک شرق بود، امپراتوری شوروی قرار داشت، کودتا میکنه. عمر البشیر یکی از فرماندهان نظامی بود در سودان، کودتا میکنه و به قدرت میرسه، یعنی عملا به رهبر شدن عمر البشیر و خامنه‌ای هر دو در یک زمان اتفاق افتاده بود. خب مسئله اینه که میخوام چون تمام این اتفاقات ظرف دیروز و امروز اخبار زیادی رو تو شبکه‌های اجتماعی شنیدیم درباره اینکه اعتراضات زیادی توسط مردم سودان انجام گرفت که در نهایت منجر شد که ارتش وارد عمل بشه و دیکتاتور خونخوار و جنایتکار و بسیار ترسناک سودان عمر البشیر رو دستگیر بکنن و به یک پایگاه نظامی منتقلش بکنن و ارتش اعلام کرد که قدرت رو به دست گرفته، بیانیه‌ای صادر کرد. حالا میخوام درباره همه اینه توضیح مختصری بهتون بدم. ماجرا از اینجا پیچید توی شبکه‌های اجتماعی که یه دختر خانم 22 ساله دانشجویی، فیلمش همه جا پخش شد، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، تمام شبکه‌های اجتماعی شروع کردن به پخش این فیلم که دختری به اسم آلا صلاح، دختر 22 ساله دانشجو که بالای ماشین میره و شروع میکنه با رقص و آواز از این میگه که چطور به نام دین مردم رو در سودان توی 3 دهه گذشته کشتن و خب این یه چیز معمولی نبود. تا البته تاریخ سودان، تاریخ کهنش رو اگر نگاه بکنیم، ملکه های متعددی حاکم بودن بر این کشور و بهشون قنداقه یا کنتاکه میگفتن و حالا یه دفعه یک دختر دیگه توی اوج دیکتاتوری کشور اومد وسط. آیا یه دفعه بود؟ نه، از حدود دسامبر اعتراضات مردم بالا گرفته بود، پاییز سال گذشته، دسامبر سال 2018 اعتراضات مردم بالا گرفت، دائم پراکنده تظاهرات توی خیابون‌های مختلف انجام می‌شد تا اینکه توی این هفته
تظاهر کننده ها از سراسر کشور به سمت خارتوم را افتادن، به سمت پایتخت را افتادن و فتح خارتوم انجام دادن. وقتی تظاهر کننده ها رسیدن به خارتوم، جوان ها حالا دیگه توی خیابون ها بودن، از طریق شبکه های اجتماعی دائم گزارش ها را رد میکردن، با هم در ارتباط بودن، تا اینکه این حادثه این هفته رخ میده. دو سه روز پیش بود که این دختر میره بالای ماشین، شروع میکنه با رقص و آواز. حتی خودش هم شاید فکر نمیکرد که الان داره یک نقطه عطفی در تغییرات بزرگ و سرنگونی دیکتاتور ایجاد میکنه، وقتی که داشت آرام آرام میرقصید روی ماشین و میخوند که به نام دین ما رو سوزوندین، به نام دین ما رو کشتین. و خبرگزاری فرانسه میاد با این دختر صحبت میکنه و خیلی سریع لقب قنطاقه یا قنطاقه ملکه سودان توی شبکه‌های اجتماعی به این دختر داده میشه و اعتراضات تمام کشور رو فرا میگیره. فتح پایتخت، همیشه وقتی دیکتاتوری ها هستند، دیکتاتورها پایتخت رو مال خودشون میکنن و از پایتخت به تمام کشور حکومت میکنن. با فتح خارتوم عملا تونستن این کار بزرگ رو انجام بدن. بلافاصله ارتش وارد عمل میشه این بار، ولی ارتش سودان ارتش سالمی نیست. فراموش نکنیم که 30 سال پیش عمر البشیر خودش از دل همین ارتش فاسد بیرون اومده و درگیری های زیادی بین نیروهای اپوزیشن توی سودان وجود داره. در نهایت ارتش وقتی میبینه که حالا همه جوان ها تو خیابونن، تمام شبکه های اجتماعی و شبکه های بزرگ تلویزیونی و رادیویی، روزنامه ها دارن درباره سودان صحبت میکنن، دارن درباره این دختر 22 ساله حرف میزنن و نگاه ها به سمت سودان برگشته. وقتی این اتفاقات افتاد، ارتش تصمیم گرفت خودش رو یه جوری نجات بده، چون کودتای نظامی بود که عمر البشیر رو به قدرت رسونده بود. حالا ارتش میخواست خودش رو بکنه از عمر البشیر. البته یک سری ملاقات هایی هم حدود یکی دو ماه پیش انجام شده بود توی کنفرانس های مختلفی، دربارش بذارید زیاد صحبت نکنیم، که برخی از سران نظامی و اطلاعاتی و امنیتی دیکتاتور سودان اینها خریداری شده بودن توسط سازمان های اطلاعاتی بیرون کشور. ببینید وقتی فساد اینقدر فراگیر باشه، خب بله، هر کی بیشتر پول بده میتونه مسئولین اطلاعاتی اون کشورها رو بخره. کما اینکه ما شاهد بودیم که توی وزارت اطلاعات و حتی اطلاعات سپاه تعداد زیادی از این سرداران و ماموران ارشد اینها ظرف چند سال گذشته توسط سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد خریداری شده بودن، چون فاسدن، سرداران سپاه فاسدن، نیروهای وزارت اطلاعات فاسدن. و وقتی سر کیسه رو براشون شل میکنن سازمان اطلاعاتی بیرون کشور، به راحتی وامیدن. و خب وقتی میبینید که کامیون اطلاعات برنامه‌های هسته‌ای ایران از امنیتی ترین شرایط، یعنی نقاط کشور، میاد میره بیرون، در اختیار نخست وزیر اسرائیل قرار میگیره، خب بدونید فساد تا چه درجه بالایی توی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور وجود داره. اما دیکتاتور سودان وقتی که سران اطلاعاتی و امنیتی و نظامیش خریداری شده بودن، عملا خلع سلاح شده بود، مردم حالا تو خیابون‌ها بودن، ارتش اومد اعلام کرد مردم ما دستگیر کردیم دیکتاتور رو، بردیم یه جایی، حالا فعلا خودمون قدرت رو در اختیار داریم. دوباره یک شورای نظامی گفتن تشکیل میدن که برای 2 سال قدرت دست ما میمونه تا تصمیم بگیریم که کشور آرامش پیدا بکنه و اینا. درست همین اتفاقی که 30 سال پیش عمر البشیر وقتی اومد روی کار کودتا کرد، گفت برای 4 سال قدرت دست ما میمونه نظامی ها و بعد منتقل میکنیم به مردم. 4 سال بعد خودش شد رئیس جمهور سودان و رئیس جمهور رهبر و حضرت رئیس جمهور رهبر ولی فقیه و همیشه ماندگار در قدرت و هیچ وقت هم از صندلی قدرت پایین نیامد. همین کاری که خامنه ای و آخوندهای ایران کردن. پس این پتانسیل بزرگ انقلابی که الان در مردم سودان وجود داره، به خیابون اومدن، پایتختشون هم فتح کردن، جوونا هم اومدن وسط، دنیا هم نگاهش برگشت. دنیا نگاه میکنه به یه جایی، ولی همیشه نگاهش رو اونجا نمیمونه، فوری اتفاق دیگه یه جای دیگه میفته، نگاه ها میچرخه میره یه جای دیگه. تو اون فاصله ای که نگاه هست روی یک کشوری، اونجا جاییه که باید کار انجام بشه. وقتی جنبش سبز تو ایران اتفاق افتاد، یه
عملا 2-3 هفته‌ای تمام دنیا همه خبرگزاری‌ها فقط داشتن ایران رو نشون میدادن، عکس‌های ندا، فیلم‌های ندا، و یعنی همه چیز دنیا شده بود انقلاب سبز مردم ایران. اما یه دفعه مایکل جکسون فوت کرد و نگاه ها همه از ایران برگشت به سمت مایکل جکسون. و برای همین میگم همیشه اپوزیشن، یکی از وظایفی که اپوزیشن ها توی کشورهای مختلف دارن اینه که تو آمادگی کامل باشن، چون اون لحظه ای که نگاه بین المللی میچرخه میاد، اون لحظه ای که توپ میاد جلوی دروازه خالی جلوی پای اپوزیشن، اپوزیشن باید مهاجمین خوبی باشن و از فرصت استفاده بکنن و توپ رو توی گل بکارن، نه اینکه مثل اپوزیشن ما سقف آسمون و تیر دروازه و همه اوت و همه جا هر جا دستشون میره سر شوت کنن جز اون تور لامصبی که باید بهش بزنن. اگر امروز، من فکر نمی کنم اپوزیشن سودان آماده باشه، اگر آماده می بود، اگر حول یک محور قانون اساسی پیشنهادی دور همدیگه نشسته بودن، یک قانون اساسی دموکراتیک، خب وظیفه یک اپوزیشن بیشتر از این که، یعنی بالاترین وظیفه یک اپوزیشن اتفاقا باید همین باشه که شرایط بعد از تغییرات رو خودش رو براش آماده کرده باشه، یک قانون اساسی پیشنهادی کاملی تو دسترس باشه که به محض اینکه تغییرات انجام میشه بلافاصله با اون قانون اساسی بیان وسط و کسایی که توی خیابونا وایسادن بگن ما به کمتر از این رضایت نخواهیم داد. امروز اپوزیشن سودان با این مشکل بزرگ مواجه هست، اونا ندارن این سند رو و حالا دوباره ارتشی ها، دوباره همون چرخه باطل دیکتاتوری، همین گرفتاری، همین مصیبت، و 30 سال دیگه دوباره باید بجنگن، نسل ها بسوزه تا بتونن دوباره این یکی ارتشی ها رو، حالا بهتره ما بگیم سپاهی ها، زیاد اسم ارتش رو خراب نکنیم، ارتش یه اسم ارزشمندی داره، همون سپاهی های سودان بهتره بگیم، نیان همه چیز رو قبضه بکنن و مال خودشون بکنن. پس یه درس بزرگی داستان امروز سودان برای ما داره. اولا اینکه فتح پایتخت جواب میده، و دوم اینکه باید اپوزیشن مهاجمین آماده‌ای باشن توی این بازی که سند قانون اساسی پیشنهادیشون برای آینده کشور در اختیارشون باشه و دور اون سند بتونن جمع بشن، توافق بکنن دور اون سند که اتفاقی که رخ میده مردم رو هدایت بکنن برای اینکه مردم خواستتون اجرای این قانون باشه، نه اینکه یک دیکتاتور نظامی دیگه بیاد روی کار، یا حالا غیر نظامی یا به هر شکل، که جنس دیکتاتورهای رژیم جمهوری اسلامی، آخوندها، همه اینا رو با عبا و عمامه میدیدن. اما این روزها دیگه دارید میبینید، حالا بچه های ادمین عکس‌ها رو میذارن رو همین صفحه اینستاگرام من، میتونید ببینید، یه چند تا فیلم، چند تا پست عقب‌تر برید توی همین صفحه امیر نقطه فخر رو تو اینستاگرام، اون سخنرانی آلا صلاح رو میبینید که روی ماشین رفت، سخنرانی که دنیا رو تکون داد و حالا تحولات بزرگ رو توی سودان داره. سودان عمرالبشیر خیلی خوفناکتر از اون چیزی که شما تصور میکنید بود، اسمش لرزه و اندام خیلی ها مینداخت و حالا یه دفعه اینجوری با رقص و آواز یک دختر 22 ساله تمام ستونهای دیکتاتوریش فرو ریخت. این اتفاقیه که در انتظار سید علی حقیر هم هست، وقتی که دختران و پسران شجاع و باهوش ایرانی توی خیابونها به رقص و شادی مشغول باشن توی فتح تهران، ببینید چطور تمام ستونهای دیکتاتوری مذهبی حاکم بریزه و آخوندها زیر آوار این ستونها نابود بشن. و همه این روزا روزاییه که داریم میبینیم داره اتفاق میفته، داریم به سمتش حرکت میکنیم. من حالا درباره سودان بیشتر باهاتون صحبت خواهم کرد، یکی دو تا نکته دیگه، حالا سودان رو گفتیم، یک دو تا کشور همسایه اون طرف‌تر بریم، سومالی، یکی دیگه از کشورها، یعنی غربی ترین شرقی ترین کشور توی آفریقا میشه گفت هست، این بین فقط با فاصله یک، شاید اریتره فقط وسطشون باشه و اگر اشتباه نکنم اتیوپی، دقیقا خاطرم نیست حالا نقشه آفریقا رو، و با یه واسطه همسایه سودان به نوعی. سومالی کشوری که کاملا از هم پاشید به خاطر همین بازی ها و درگیری هایی که اپوزیشنشون با هم دیگه داشتن و بعد بعضیشون کوچ کردن اومدن آمریکا،
بعضی خیلی از این مهاجرای مسلمان سومالی رفتن، فرار کردن از کشورشون، اومدن رفتن تو آمریکا، نشستن توی مینیسوتا و از اونجا خودشون هم رأی میدن، نماینده میفرستن تو مجلس که این بار اول یکی از دو تا نماینده مجلس زن مسلمان آمریکا داشت برای اولین بار، که یکیش رشیدا طلیب مهاجر فلسطینی بود، یک خیانتکار به تمام معناست، حالا از روز اول شروع کرد فحاشی ناموسی به پرزیدنت ایالات متحده، کشوری که آغوش باز کرد برای این مهاجرین که بیان اینجا، و یکی دیگه ایلهان عمر، که حالا ایلهان عمر اینا مثل که فراموش میکنن که به خاطر آزادی و دموکراسی که تو ایالات متحده آمریکا هست اینا اصلا تونستن بیان حرف بزنن، وگرنه الان توسط اون گروه های تروریستی که تو نقطه نقطه کشور سومالی حاکم شدن، شاید یه گوشه الان خودش و خانوادش در حال سلاخی شدن بودن، ولی میان آمریکا از تمام امکانات دموکراسی و آزادی تو این کشور استفاده میکنن، حتی راه پیدا میکنن به مجلس آمریکا و دیگه هیچ احترامی برای قانون اساسی آمریکا قائل نیستن، برای تمام اصول دموکراتیک تو این کشور قائل نیستن، و یک سری مطالب خیلی هر هفته مشاهد صحبت‌های جنجالی و عجیب غریبی از این دو تا نماینده زن مسلمان توی مجلس آمریکا هستیم که این بار حالا پریروز ایلهان عمر اومد سخنرانی کرد و اعلام کرد که آره حالا یه اتفاقی افتاد توی 11 سپتامبر، یه اتفاق کوچولویی رخ داد و همش هی دارن میگن مسلمون ها فلانن، ولی تو نیوزلند یک فاجعه بسیار بسیار بزرگی، حتی از لفظ تراجیک نایتمر استفاده میکنه، یک کابوس بسیار تراژدی خیلی غلیظش میکنه، که یک دیوانه روانی اسلحه برداشت رفت توی مسجد چند تا مسلمون رو کشت. اما اینکه 3000 آمریکایی توی یک حمله ای که یه سری مسلمانان رادیکال انجام دادند و تو قلب آمریکا توی نیویورک در ثانیه زدن این همه آدم رو کشتن، برای این خانم یه اتفاق کوچولویی بود که توی 11 سپتامبر رخ داده بود. درجه بیشخصیتی این افراد رو ببینید که چطور اصلا براشون یعنی هیچ احترامی قائل نیستند برای کشوری که به اینها پناه داده، کشوری که اینا اومدن تا از دموکراسی و آزادیش سوء استفاده بکنن. و حالا امیدواریم که همه اینا برای ماها درس باشه، چون ما ایرانی ها دست کم یک چیزی رو نشون دادیم و این رو آمریکایی ها پذیرفتن. ایرانی هایی که اومدن اینجا، حالا بجز اون چند درصد آدم های ناجوری که از رژیم اومدن اینجا و کلاهبرداری های مختلف رو ازشون شاهد هستیم، خیلی از کارهای عجیب غریب اینجا شاهد هستیم، اکثریت ایرانی هایی که به خارج از کشور و مخصوصا به آمریکا اومدن ایرانی های متخصصی هستن که باعث افتخار ایران و ایرانی توی گوشه گوشه این کشور شدن. و امیدواریم که توی روز تغییر بزرگ که دیر نیست، خیلی هم نزدیکیم بهش، ما بتونیم همه این متخصصین رو با دانشی که از آزادی و دموکراسی توی این کشور کسب کردن برگردونیم به ایرانمون و ایران رو دوباره بسازیم. مطمئنم که سومالیایی ها نخواهند تونست این کار رو بکنن، چون اگه امثال ایلهان عمر رو میخوان برگردونن که واویلا، یعنی ایلهان عمر بره دوباره توی سومالی رو از این چیزی که هستم دیگه فاجعه بارتر بکنه. ولی ما خوشبختانه برای آینده ایرانمون از این جهت دلمون روشنه. در برای سیل، من یه چیز خیلی عجیبی رو، آمار عجیبی رو دیدم، بذارید اینو براتون عیناً از چیزی که دیدم براتون بخونم، اصلا باورم نمیشد وقتی دیدم. رئیس چیز بدید، محمد اسلامی وزیر راه شهرسازی دولت حسن روحانی اومد امروز اعلام کرد که در 24 استان کشور ما شاهد سیل گسترده بودیم. ایران الان 31 استان داره، از 31 استان 24 استان سیل گسترده که بیش از 14,000 کیلومتر انواع راه تخریب شده، 10,000 دستگاه، یعنی 10,000 پل و سیل بند تخریب شدند و سد، و 10,000 سد و سیل بند و پل تخریب شدن، 14,000 کیلومتر راه نابود شده،
24 استان صحبت از میلیون ها نفره که دچار بحران و مصیبت در سراسر کشور شدن برای بلندپروازی های سپاه پاسداران که حالا من واقعا نمیدونم با گروه تروریستی براش مهم نبوده، شاید میخواستن جنجال تو کشور ایجاد کنن، تمام کشور رو دچار بحران کنن با این بارور کردن کنترل نشده ابرها، تولید ابر و بارور کردنش که تو یکی از لایوها مفصل براتون اینو توضیح دادم. شاید واقعا سپاه میخواست در سراسر کشور، حالا که اعتراضات مردمی رو داشتن میدیدن توی سال جدید قرار بیاد بالا و دولت دیگه پول نداره اصلا بخواد حقوقای مردم رو بده، با یک بحرانسازی گسترده در سراسر کشور، 24 استان از 31 استان کشور امروز اعلام شده آبادان داره میره زیر آب، اهواز محاصره کامل آب شده، کرمان امروز اعلام کردن تو بافت کرمان به صدها نزدیک نشد اونجا بریم، یعنی عملا تمام کشور داره میره زیر آب. شاید سپاه با این بحرانسازی عملا میخواست مردم رو انقدر مشغول گرفتاری های خودشون بکنه که دیگه مردم نتونن سر بلند بکنن، بخوان به این فکر بکنن که اعتراض بکنن حالا به حکومت، وسط این همه جنجال ها هم دارن تغییر ساختار کشور رو که قولشو داده بودن و خامنه ای اولتیماتومشو داده بود که اردیبهشت ماه این برنامه باید بیاد بره صورت بگیره، دارن روی اون هم کار میکنن. حالا درباره اون هم یک برنامه مفصل ویژه‌ای رو من خواهم داشت ظرف همین روزهای آینده، چون به اولتیماتومی که خامنه ای به علی لاریجانی داده سه ماه پیش بود داره این اولتیماتوم رو داده بود که 4 ماه وقت دارید، یعنی اردیبهشت 98 که طرح تغییر ساختار کشور رو از یک ساختار ریاستی به یک ساختار پارلمانی انجام بدید. من این رو میخوام کامل براتون توضیح بدم، ساختار ریاستی ساختار پارلمانی چی هست، خامنه ای چه شیطنتی داره میکنه، و ساختار پارلمانی همین هست که همینجوری که دیدید این مزدورای سپاه پاسداران رو چجوری همشون رو همه مال سپاهن، نمایندای مجلس رو نگاه بکنید یه دفعه از کجا لباسای اندازه یکیشون هم نیست که لباسش به تنش گریه کنه، چون لباسا برای تن اینا یونیفرماشونه این نمایندهای مجلس همه گذاشته بودن تو کمد، از علی لاریجانی بگیرید رئیس مجلس برید تا پایین، همشون با هم دیگه یونیفرما تو کمد بوده، حتی تو آخونداشون امروز دیدیم آخونداشون هم یونیفرماشونو پوشیدن، عمامه به کله با یونیفرم اومدن وسط، برای اینکه یونیفرمای شخصیشونه اینا همه مزدورای سپاهن. تو نقطه نقطه کشور سپاه برنامه‌ریزی می‌کرد، طراحی می‌کرد که چجوری وفاداران به خامنه‌ای رو بیاره بالا، یه عده نقش اصلاح طلب بازی کنید، یه عده نقش اصولگرا بازی کنید، این وسط تو بازی نقش اصلاح طلب اصولگرا مردم رو گول بزنیم. و سر ماجرای تروریستی اعلام کردن سپاه می‌بینیم که یه دفعه همه اینا میان وسط و میرن یونیفرماشون از توی کمد میکشن بیرون، گرد خاکشو میگیرن میکنن تنشون، میان وای میسن احمقانه عکس میگیرن که حالا همه میفهمیم ما دروغ نمیگفتیم، واقعا تمام کشور در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته. حالا توی طرح تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی هدف دقیقا همینه، چون خامنه‌ای به راحتی آب خوردن میتونه از طریق همین سپاه پاسداران تروریستش نقاط مختلف کشور یه دونه سپاهی رو بیاره علم بکنه، شما حتی نخواهید فهمید اون سپاهیه، میبینید یه جوونی اومد بالا بهش گفتن آقا یونیفرم رو بس تو کمد قایم کن، درش هم قفل کن، اون کمد رو کسی دسترسی نداشته باشه به کلیدش، بیا اعلام کن که تو یک نماینده اصلاح طلب هستی و دو تا انتقاد هم به حکومت بکن، ما میفرستیم تو مجلس، ولی اون نماینده به همون یونیفرم سپاه که تو کمد قایم کرده وفادار به سید علی حقیر و مثل آب خوردن سید علی اون وقت میتونه، یا هر کسی که جانشین سید علی بشه میتونن از توی کاخ مرمر تو منطقه حفاظت شده پاستور دستور صادر بکنن آقا نخست وزیر بعدی باید فلانی باشد، و اون وقت همه سپاهی دستشمی بیان به اون نخست وزیر بعدی رأی بدن، همینجوری نخست وزیر پشت نخست وزیر بازی سر کشور در بیان دیگه، مردمم هیچ نقشی توی هیچ چیزی نداشته باشن. این حالا من اینو براتون مفصل توضیح خواهم داد تو همین چند روز آینده توی یک لایو ویژه. و از نکات دیگه بذارید دیگه یواش یواش جمعش بکنم، فقط من یکی از کسایی رو که الان حضور داره بذارید بیارمش بالا، من از همینجا درودم بفرستم به مادرم پروانه، دارم میبینم نشسته داره نگاه میکنه از فرانسه، بذارید ببینم سایه خواهرم اگر هستی یه سر بیه بالا، باید یه کار کوچولویی دارم، اگه میتونی یه ریکوست بفرست چون خیلی تعداد زیاده من نمیتونم ببینمت، سایه اگه دم دستی
ریکوستت بفرست، باهات کوچولو کار دارم. حالا تا سایه بیاد بذاری. شینای عزیز از آلمان، بیا بالا ببینم چه خبر دنیا. درود شینای عزیز، امیدوارم اینترنتت این دفعه درست باشه. تصویر رو ندارم چون هنوز وصل نشده به دلیلی، داره میزنه کانکتینگ ولی هنوز وصلش، نمیدونم بقیه دوستان میبینن یا نه. شاید میخوای بازش کنی که بتونی بیای. خب چیز نکن، به تعویضش نگیر یا دیکلاینشون کن. خب یه دور باز اعضای خانواده اگر دسترسی به سایه هم دارید لطفاً به سایه تماس بگیرید، بگید یه سر بیاد بالا. من این وسط ببینم که چینا رو چجوری بکشم. من زیادم نمیتونم لایو امروز بمونم، کار دارم باید برم فوری، اما حتما توی یک روز آینده با یه لایو مفصل میام. خیلی با هم صحبت داریم درباره این تحولات سپاه. حالا تو این فاصله نکته ایرم بگم درباره، ببینید تو مبارزه بی انصاف هم نباشیم. الان درباره مسیح علی نژاد این نکته رو میخوام بهتون بگم. من دیدم این روزا خب عکسای مسیح رو میارن قاطی عکسای مجریایی که اومدن لباس سپاه پوشیدن. خب بی بی سی فارسی تکلیفش روشنه، اونا دیگه خیانت و کثافت کاری توی بی بی سی فارسی دیگه داره موج میزنه و اون که مجریاشون اومدن با لباس سپاه نشستن اوکی. ولی مسیح من فکر می‌کنم یک تصادف بود که البته یک هفته قبل بود اصلا این اتفاق که پوشیده بود. من به مسیح انتقادات زیادی دارم این روزها. این که با خبرچین وزارت اطلاعات رفت و آمد داره با احمد باطبی، حرفای احمد باطبی تو گوشش زیاد خونده میشه، این که باطبی میاد مسیح میره براش کامنت می‌نویسه، حالا گولشو خورده که برادر به زبان مازندرانی که برادرم یا از این حرفا و اینا، خبرچینای وزارت اطلاعات زبان چربونر می‌دارن و خلاصه مسیح گول خورده توی این مورد. این که مسیح از تحریم ها میگه من حمایت نمی کنم، این یک اشتباه بسیار بسیار بزرگه. این که مسیح حاضر نیست اسم ارژنگ داوودی رو بیاره، این یک خیانته، چون از وقتی میگه از حقوق بشر دارم دفاع میکنم، ارژنگ داوودی طولانی ترین زندان دوره زندان سیاسی رو داره میگذرونه، چرا نباید از ارژنگ داوودی حمایت بکنه؟ این هم بعقیده من یک خیانته. اما این که بگیم بی انصاف باشیم تو مبارزه و بگیم که الان مثلا اومد از سپاه حمایت کرده، نه، من اینو به هیچ وجه نمیپذیرم و اون لباسی که مسیح داشت یک تصادف بود. خواهش میکنم اون رو دیگه دست کم از طرف کنگره ملی دیگه این مسئله از طرف بچهای ما مطرح نشه، حالا جای دیگه میخوان شیطنت بکنن برن بکنن، ولی من میدونم چون دل بچهای کنگره ملی پاکه و واقعا دارن میجنگن با رژیم، میخوام این موضع رو روشن بکنیم. با وجود اینکه مخالفیم با مسیح، اما اینجا باید باش، یعنی با بعضی از مسائلی که داره، ولی اینجا باید از حقش دفاع بکنیم که این مسئله درست نیست که دربارش گفته میشه. من اجازه بدید دوستان، نمیدونم چرا نمیذاره حتما دیگه کسی رو بیارم بالا، اجازه بدید من یه دور برم فوری برگردم. لطفاً باشید بیایید بالا، من چند دقیقه بیشتر باهاتون نمیمونم، کمتر از 10 دقیقه شاید، فقط با اگه بشه شینا و سایه صحبت بکنم و برم. دوباره برگردید بیایی دعا کنیم که لایو ضبط شده باشه و اون مشکلی که الان وجود داشت رفع شده باشه، هم شینا بتونه بیاد بالا، هم من سایه رو بتونم داشته باشم بالا. اجازه بدید ببینم هر کدومشون اومدن. حالا تا دوستان فوری بر میگردن میان، میدونم که با سرعت همه عزیزان رو دوباره خواهیم داشت اینجا. خیلی ها دارم میبینم ریکوست میفرستن که بیان. من امروز عزیزان اگر اجازه بدید فقط با شینا صحبت بکنم و سایه اگر بیاد بالا. ستاره رو میبینم اومده بالا، هنوز سایه رو نمیبینم. ستاره میشه لطف کنی به سایه زنگ بزنی بگی بیاد بالا؟ من شینا اگر اشتباه نکنم همین آدرس باشه. خب اگه
این دیگه وصل نشه یعنی کلا من مشکل دارم. خب درود شینای عزیز، وصل شده ولی تصویر رو ثابت نگه داشته، یعنی اینترنت خب اینترنت ضعیفی، ولی حالا حرفتو بزن، صدات شنیده میشه، تصویر ثابت مونده. خب من راستش میخواستم راجع به اومدن مردم به تهران صحبت کنم چون که خیلی مهمه. من دارم میبینم توی توییتر بچه ها خیلی فعالن، نه فقط بچه های کنگره ملی، هر کس که خودشو برانداز میدونه خیلی فعاله برای اینکه مردم قبل از که بخواد هر حرکت خارجی توی ایران اجرا بشه مردم بیان بیرون و خودشون یک کاری بکنن. الان آمریکا همه چیزو برای ما مهیا ساخته. به قول بچه ها یکی توی توییتر نوشته بودش که مرغ آورده، همه کاراشو کرده، سرخش کرده، آماده گذاشته روی میز، یعنی دیگه ما فقط باید بخوریم اون غذا رو. بالا راستشو بخوای شینا، جویده برامون آماده، میگه قورتش بدید دیگه. بله ولی من نمیدونم واقعا الان مردم منتظر چی هم، چون که الان ما حمایت بین المللی هم داریم. ببین شینا، مردم که میگیم، مردم آماده هن، آمادگیشون رو اعلام کردن، یعنی مردم کار خودشون رو انجام دادن، ماها تو اپوزیشن کارمون رو درست انجام ندادیم. یعنی وقتی آمادگی توی جامعه وجود داره، اپوزیشن به عنوان پیشگامان حرکت‌های اجتماعی، اینا باید، یعنی ماها باید راه رو به مردم، فانوس رو بگیریم، بگیم این ور برید، این کار رو انجام بدید. یعنی توی اون مه، تو این همه گرفتاری، توی اون دود و دمی که راه افتاده تو اون کشور، اصلا نمیشه دید، یک قدم جلوتر رو نمیشه دید. ما از این مردم انتظار زیادی نمیتونیم داشته باشیم شینای عزیز، و الان بهترین کاری که میتونیم بکنیم، کاری که بچهای کنگره خودتون دارین انجام میدین و واقعا آفرین بهت، تو از بچهای سنا هستی دیگه، درسته؟ من اون دفعه اشتباهی سنا رو گفته بودم سنا، ولی سنا تو کابینه اجراییه، و از بچهای خوب سنا هستی، بچهای قدیمی که حالا دیگه قدیمی، یادمه اون روزایی که بچهای جدید بودی، حالا دیگه جزء بچهای قدیمی به حساب میاد، و دارم میبینم که خیلی هم خوب دارید کار میکنید، و درست نقطه مقابل اون کسایی که میان توی اپوزیشن میبینیم، میان تو شبکه‌های اجتماعی فحش میدن، برای بچه‌های کنگره میرن خیلی منطقی حرف میزنن، خیلی منطقی، چون هیچ نیروی قوی‌تر از نیروی منطق نیست، و خیلی راحت میبینیم که دارن پاسخ خیلی از شیطنت‌ها رو میدن، و دارن مردم رو روشن و آگاه میکنید، و خط فتح تهران امروز مخصوصا بیش از هر زمانی لازمه. وقتی که داشتم تو صحبتم میگفتم 24 استان از 31 استان امروز کشور زیر آبه، و میلیون ها نفر مصیبت زدن، و این مردم در معرض انواع و اقسام بیماری های بعد از سیل قرار میگیرن تو مناطق خودشون. الان تمام گروه های اپوزیشن باید همه مردم رو دعوت بکنن بیان تهران. بهترین بهونه هم برای این مردم مصیبت زده است. هیچ کس هم نمیتونه هیچ غلطی با این مردم بکنه، و همه هم باید بیان، مردم مصیبت نزده هم باید بیان از اینا حمایت بکنن. که توی پارک های اصلی تهران به ویژه سه نقطه رو اعلام کردیم، توی پارک دانشجو، پارک لاله، پارک شهر، توی این پارک ها برن چادر بزنن، توی خیابونای تهران که خیلی خیلی خیابونای تهران الان وضعیتش، توی خیابون خوابیدن خیلی خیلی بهتر از خوابیدن تو خرابه های سیل زده پر از مار و بیماری و ویروس و گرفتاری که تا الان تو منطقه سیل زده است، و همینجوری هیل داره بازم سیل میاد. امروز دوباره اعلام کردن توی گلستان سیل جدید دوباره خواهد اومد هفته های آینده همچنان، یعنی حسابی گلی کاشته سپاه توی آسمان کشور که حالا مصیبتش رو مردم باید جواب بدن. و بر همین همه گروه های اپوزیشن باید دعوت بکنن مردم رو بیان به تهران و توی تهران چادر بزنن، که زمینه اتفاق بزرگی باشه که همه میدونیم داره رخ میده، همه کشور میدونن که کشور ما امروز آبستن یه تحول بزرگه. بگوشه اینا خیلی حرف زدن. نه خواهش میکنم، بعدش هم الان دیگه مثل گذشته نمیتونه سپاه سرکوب کنه مردمو، به خاطر اینکه الان توی لیست گروه تروریستیه، و اینکه بخواد کوچیکترین حرکتی بکنه تمام نیروهای بین المللی دست به کار میشن و میونن مردم حمایت میکنن، دیگه مثل گذشته نیسته. دقیقا درست میگی. و سپاه پول نداره، تمام شاهراهای دزدی و پولشویی بین المللیش از مرجان بلنده، مرجان شیخ الاسلام آل آقا، تا مهدی خلجی، احمد باطبی، خبرچین وزارت اطلاعات، همه اینایی که تو شبکه پولشویی اطلاعات سپاه بیرون کشور بودن و داشتن همکاری میکردن با سرداران سپاه پاسداران، پولها رو جابجا میکردن براشون، میفرستادن داخل، همه اینها هم دارن یکی یکی نابود میشن، و عملا سپاه پاسداران پول نفت رو از دست داده،
پولهای بیرون رو داره، پولشویهاش رو از دست میده، روز به روز بی پولتر میشه. مزدورایی که برای پول میمدن مردم رو سرکوب میکردن دیگه نمیان، دیگه ما همچین چیزی نه، اونا برای اعتقاد به امام زمان و امام خامنه ای و این چرندیات نمیمدن، اونا پولای سنگین میگرفتن بیان مردم رو سرکوب کنن. پول نباشه دیوانن مگه بیان سرکوب کنن؟ میرن همین قدری که داله دزدیدن برمیدارن میرن یه گوشه، صداشون هم در نمیاد. برای همین کاملا راست میگه شینا، کرکوپر سپاه ریخته و دیگه از این جهت هم مردم نباید نگران باشن، همه چیز برای یک اتفاق بزرگ آماده است. بله، خب من بیشتر از این وقتتون رو نگیرم که بقیه بیان بالا. مرسی شینا عزیز، حالا امیدوارم با اینترنت خوب بیای که قشنگ بتونیم کامل ببینیمت، ولی حالا تصویرت هم بود بازم خوبه فعلا. مرسی پاینده ایران. در ضمن به بچهای کنگره هم بگو ویدیو رو اگه میتونن سریع این دو تا ویدیو رو سرهم بکنن فوری بذاریدش بالا که نادر و بقیه دوستا که زحمتشو میکشن که سریع روی یوتیوب هم بیاد برای بقیه عزیزان، امیدوارم که سیو بشه. البته مرسی شینا عزیز، پاینده ممنون، خدا نگهدار. من یک کوچولو فقط اجازه بدید امان از این خانه. سایه بگیر یه کار کوچولو باید دارم، نگران نباش. منتظریم که من کامنتارم تو این فاصله بخونم. من حالا میام دوستان باهاتون صحبت میکنم، اما نازی داره خواهر ما، اجازه بدید برم ستاره عزیز. چطوری؟ سلام علیکم، من چنقدر نزدیکم؟ خیلیم خوبه. ببینم سایه چرا نمیاد بالا؟ سایه بچهشو گفت داره میخوابونه. عجب گرفتاری داریم. حالا بعدا بهش تولدشو تبریک بگیم، خواستیم بیاریمش بالا تولدشو تبریک بگیم دیگه. حالا سایه داری میبینی الان یواشکی، حالا مارتینم میخوابونی، تولدت مبارک. 23 ساله شد سایه و امیدوارم که همیشه همینجوری مثل همه خانمای ایرونی 23 ساله باقی بمونه. خب ستاره جنجالی چیز نمیخوای برامون بپا کنی؟ خیلی سریع و سر، چون من باید برم سریع. جایی رو نمیخوای با آتیش بکشی؟ چرا؟ چیزی رو نمیخوای بکشتن بدی؟ چرا؟ بگو. این سران اپوزیسیون من یه حرفی براشون دارم. بعضی از اینا که یه ذره دوربین بیاد پایین‌تر، چون الان سقف خب گاهن سپورت درسته میان مردم به اونا اعتماد میکنن و فکر میکنن که واقعا اینا چیزی بارشون هست، میان ازشون سوال میپرسن. من یه کامنتی چند وقت پیش از آقای پهلوی که برای من فرستاد که یکی سوال پرسیده بود که یه شایعاتی شده قبل از اینکه سپاه بخواد تروریست اعلام بشه، گفتن یه شایعاتی شده مبنی بر اینکه سپاه بارور کرده ابرا رو. بعد جواب ایشون واقعا مضحک بود، یعنی واقعا براش متاسفم. من نیدم زده شما واقعا باور میکنید که همچین تکنولوژی و دنیا بهش دست پیدا نکرده بعد سپاه دست پیدا کرده؟ خیلی یعنی... عجیبه. برای اینکه تکنولوژی بارور کردن ابرا از 1940 توی دنیا همه گیره، یعنی نزدیک 80 ساله وجود داشته باشه. تو شاهنامه فردوسی هم ازش اسم برد، یعنی از یه همچین داستانی تو شاهنامه هم هست. بارور کردن ابر یعنی انقدر این خیلی پرهزینه است، ولی الان دیگه پرهزینه نیست، الان دیگه انقدر خطرناکه چون کنترلش سخته و باعث سیل میشه. خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا که از این روش‌ها استفاده می‌کردن، خیلی از اون کشورها دیگه استفاده نمی‌کنن و معمولا این روش ها رو دیگه حالا کشورهای عقب افتاده ناجوانمردی مثل روسیه با اون هواپیماهای درب و داغون آنتونوف خودشون، اونا میان این روش ها رو روی ایران پیاده میکنن و میرن مواد حالا جیوه و سایر مواد رو به نوعی بمباران میکنن ابرها رو با این مواد، که اول ابرها رو میسازن بعد کنار هم میارن بعد بمباران
با این مواد میشه، یعنی یه چیز اصلا غریبی نیست، خیلی هم تو دنیا رواج داره، خیلی داشته. الان میگم به خاطر خطرات زیادش دارن این روش ها رو میذارن کنار، ولی سپاه پاسداران احمق، نه که همیشه اینا یه 40 50 سال از دنیا عقب ترن، فکر میکنن الان دیگه خیلی شاخ غول شکستن که بیان برن مثلا حالا این روش های با 11 سال هم روس ها داشتن به اینا درس میدادن، یعنی از سال 1376 تا 1387 11 سال تمام کارشناسای روسی با هواپیماهای روسی این چیزا رو داشتن به سپاه پاسداران درس میدادن که چجوری ابرها رو باربر میکنن. من واقعا متاسفم از این اظهار نظری که من از ایشون شنیدم، خب شاید بی اطلاع بوده از این قضیه. ایشون این ابرها رو باربر کردن این ابرها رو نمیدونه، بالاخره مادر ایشون هم دست روس‌ها تربیت شده دیگه، از مادرش بپرسه. من حالا بذار اینقدر نریم، از اون برم تعلیم میگیره خواهر من. در این که چند روز پیش بی بی سی فارسی توی روزهای گذشته یک ویدیوی خاصی رو از باله روسی که توی این باله زندگی نامه ملکه سابق ایران فرح دیبا رو توی این باله دارن نشون میدن، روس‌ها دارن دوباره برای ما اسطوره سازی میکنن. و توجه بکنید، باله روسی، باله دولتی روسیه داره زندگی نامه ملکه ایران رو میسازه به عنوان ملکه‌ای که وفادار به ایدئولوژی چپ بوده و هست که میگم اگر من دوباره اینها منو عصبانی میکنن، برای اینکه غیر از اینکه از شاهزاده دیدم که نشسته بود کنار مهدی خلجی و میگفت تحریم ها رو بردارید، الان دیدم که یک مصاحبه ای رو مادر ایشون شهبانو فرح پهلوی داشتن با یک روزنامه ایتالیایی، و توی روزنامه ایتالیایی وقتی ازشون سوال کردن درباره تحریم ها، گفتن این تحریم ها هر چه سریعتر باید برداشته بشه چون داره به مردم فشار وارد میشه. و این خانم نمیدونه که 40 ساله داره به مردم فشار وارد میشه و نمیدونه که این تحریم ها کمر رژیم رو امروز شکسته و کمر سپاه پاسداران رو شکسته. آیا کسی از داخل ایران با اینا تماس نمیگیره که بهشون اعلام بکنه که وقتی سپاه تروریستی اعلام شد، مردم توی ایران شیرنی گرفتن، به همسایه ها شیرنی دادن، جشن گرفتن، مردم همه خوشحالن تو سراسر کشور که سپاه تروریستی اعلام شد. ولی اگر دقت کرده باشین، کوچکترین خوشحالی توی صفحات شبکه‌های اجتماعی فرح دیبا و شاهزاده رضا پهلوی به هیچ عنوان دیده نمیشه، چون به نظر میاد اصلا خوشحال هم نیستن که سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی اعلام شده، که از این بابت من واقعا متاسفم. یعنی این من اول صحبت داشتم ستاره اشاره میکردم، ما باید آماده باشیم برای روز تغییرات. وقتی تغییرات داره میاد، وقتی توپ جلوی دروازه خالی میاد جلوی ما قرار میگیره، ما نمیتونیم توپ رو تو اوت بزنیم، ما نمیتونیم بیایم یه دفعه بگیم بهمون بگن آقا مردم تحریم کمر رژیم رو شکسته، سپاه بی پول شده، رژیم بی پول شده، شما نظرتون چیه؟ ما بگیم آقا بیاین تحریما رو بردارید. حالا این همون توی اوت زدن توپه. اگر نمیتونن مردم رو هدایت بکنن برای انقلاب، برن کنار، حرف نزنن و سد راه مبارزه برای آزادی ایران نباشن. بذار من این حرفو منم همینه. یک نفر الان زده بود که با پهلوی چیکار دارید؟ اینو باید بدونیم که ما با ایشون کاری نداریم. میشه ایشون هم با مردم کاری نداشته باشن؟ من با این حرف موافقم، با اینکه همیشه سعی کردم اطلاعات غلط ندن. من با اینکه سعی کردم جلوتو بگیرم، این بار چون واقعا کشور ما توی شرایطی نیست که یک همچین رفتارهایی رو از چهره های شناخته شده یا اپوزیشن ما ببینیم، واقعا نیست. اینکه باله روسیه بیاد توی بی بی سی تبلیغ بکنه، یعنی واقعا یه مطالعه خیلی کوچیک میخواد. بعد ایشون یه گروه کفتر کاکل به سر چیه راه انداختن؟ اون گروهی که برداشتن 4 تا عالمو خواستن دور هم جمع کنن، از اون گروه میپرسیدن. حالا خود ما رو به راه ستاره، میخوام ازت قول بگیرم که توی روزهای آینده توی یکی از این لایوها باید بیای مفصل با هم دیگه صحبت داریم. برویم. اوکی. برای چند روز آینده. حالا باید صحبت میکنم، زمانش رو هماهنگ میکنیم. بازم به سایه تولدش رو تبریک بگو و همه شما عزیزان رو به یزدان پاک میسپارم در کنار خواهرم ستاره. پاینده ایران، صفحه رسمی کنگره ملی ایرانیان، ایرانیان نقطه کنگرس رو هم فراموش نکنید که فالو بکنید. صفحه ستاره رو هم میتونید فالو کنید. صفحه خود منم امیر نقطه فخرآور رو فالو کنید. صفحه تو بگو آدرس چطوره؟ فکر کنم ستاره آندرلاین فخرآور یا فخرآور آندرلاین، نمیدونم. آفرین به تو. آفرین. پیدا. بگردید. اوکی. پاینده ایران بدرود. خدا نگهدار. خدا.